عزیزای من، گلای من، دوباره سلام نازنینا، خطاتون رو بگیریم. با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام. جانم سلام عزیزم. زنده باشی عزیزم. بفرمایید. جانم. خوشحالم. علیمه تکباری آقا امام حسین بهتون تسلیت میگم. مرسی عزیزم. من به شما تسلیت میگم. جانم عزیزم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم برای آمنه، نام پدر، نام مادر زهرا. معجزه ها عزیزم. معجزه شما فیروز خانم که مادرتون فلج شده بود. خانم. تماس گرفتم با برنامه‌تون. معجزه های من نیست. برنامه رو ایشالله بشناس بیا روی خط عزیزم. خدا نگه دارت. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، معجزه من نیست که نازنینم. از معجزه های شما نه. از معجزه های نور الهی. عزیزم من چی کار هستم؟ من قطرم تو این دریا نیستم. ازتون خواهش میکنم. متوجه باش حرفی که میزنی برای شرزش قائل باش. حرفی که میزنی ببین چی داری میگی نازنینم. همینطوری سعی نکن هر چیزی رو به زبونت بیاری. سعی کن حرفی که میزنی برای شرزش قائل باش. به گفته هات باور کن. لطف خدای مهربان رو داری عنوان میکنی. بهش فکر کن و صحبت کن. براش وقت بذار. بیاموز و صحبت کن. انشالله که این چنین باشه. خطی بگیریم. با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایی. سلام عرض کردم. جانم بفرمه. جانم صدای منو دارین؟ الو بفرمه. سلام عزیزم. خسته نباشید. زنده بشید. ممنونم. الو خانم صحبت کن عزیز. صحبت کن جانم بفرمه. سلام عرض کردم. سلام عزیزم، خدمت نیمه عزیز را زنده بشی. خود گرامی برنامه رو میشناسی خانمم؟ بله. برنامه رو میشناسی حتما؟ بله. زنده بشی. الهیشو میتونم خودم معرفی کنم؟ بفرمی. بفرمی خانمم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. عبادت میخواستم. بله. عبادت میخواستم به نام رویا. بله. نام پدر احمد. اما موجزات قدرت پنهان مهدی عزیز از آباده شیراز بودن که در سرمایه گذاری الماس شرکت کردن. بله. و مبلغ 600 هزار دلار میلیون دلار به لطف نور الهی و دعای هفت استاد گرامی به دست آوردن که خواستن یک مدرسه و بیمارستان در روستای خودشون آباده تأسیس کنن. چقدر به دست آوردن؟ خانمم چقدر به دست آوردن؟ 600 میلیون دلار. آره درست. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای برکت باشه. این میناییم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. ممنون میناییم عزیز. خدا یارو نگه دارت. گران قدر تو بسنم بالا میبریم. چشم عزیزم چشم. خدا حافظت. زنده باشه. خدا حافظت. خدای مهربان برکت سلامتی آرامش تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمی. جانم بفرمی. سلام خسته. زنده باشی عزیزم. بفرمی. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ مرسی خانم. من کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. سهر بله. نام مادر مریم. اما معجزه ها چی میدونی؟ برادرم اون کیه داره یادت میده؟ آقای محترم شما لطف بفرمین. من مجبورم. تنها خودمم. ببخشید. نه عزیز صداشون داره میاد عزیز. خدا حافظ. موقع عبادت گرفتن سعی نکنید نازنینم به کسی دیگه یاد بدید. اگه کسی که میاد برای عبادت بنویس براش اسم نوشته شه سعی کن بلد باشی عزیزم. میای رو خط. اگه صدای خانومی رو میشنفتیم که بهت داشت میگفت چی میگی نازنینم؟ لطف بفرمایید. اگه نمیشناسی لطف بکن و نیا رو خط. وقت دیگران رو نگیر. عزیزای من، گلای من، بله از مسجد من گویا خبر رو کامل برای شما نخونده بودم. زودم به همون اعتراض کردم. چشم. هستیم که بگیم معذرت میخواییم اگه خبر رو من کامل نخونده بودم. کبوترهایی که در مسجد نازنینم پرواز میدن اسمی رو که میگید به پای کبوتر بسته میشه. حالا به حاجتهایی که شما ها حاجتهای مختلف طبیعت ما انسان ها نازنینای من حاجت هامون با هم فرق داره و حاجتتونم نوشته میشه به درست ظهر عاشورا پرواز داده میشه. امیدوارم یه موقعی به ما زنگ نزنی نازنینم.
موقعش گذشته باشه یا کسان دیگه اسم نوشته باشن. و اینو برای عزیزانی اینم عرض کنم خدمتتون، اینم گذاشتیم برای عزیزانی که فقط در کشور عزیزم ایران زندگی میکنن، به این دلیل که شانس کمتری دارن که در مسجد کنار ما باشن و طبیعتا خیلی چیزا رو در نظر بگیرید نازنین من. برای عزیزانمون که در کشور عزیزم ایران دارن زندگی میکنن میشه گفتش که سعی میکنیم هیچ وقت فراموششون نکنیم و جاشون رو خالی نکنیم و هستیم که انشاءالله عبادتهای بیشتری برای اون عزیزا داشته باشیم. و کبوترا فقط و فقط برای عزیزانیه که در کشور عزیزم ایران زندگی میکنن. انشاءالله که شما عزیزا متوجه باشین، یه زمانی به همون زنگ نزنین که دیگه اسما نوشته شده باشه. خطی بگیریم با شما عزیز باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام برادرم، حال شما؟ خدمت مینای عزیز و هفت استاد زنده بشین برادرم. کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. اجازه میخواستم به نام مهدی مادر خدیجه از معجزه های قدرت پنهان آقای جاناتا با خانم رزماری که نابینا بودند به لطف خدای بزرگ و دعای هفت استاد شفا پیدا کردند و در مسجد آغوشی تهیه کردند که در اون ماکرامی رسیدن. بله زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای برادر؟ برای برکت بشه مینای عزیز. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. اگر لطف کنین، دست پرمهرتون هم بالا ببرین متشکرم. چشم بردارم. خدا یارو نگهدارتون. خداحافظ. مرسی. خداحافظ. قربان شما. زنده باشی. خدای مهربان برکت سلامتی آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنیم. عزیزای من، گلای من، باز هم خانومی رو داریم به اسم کریستینا و کریستینای عزیز. البته من اینو مطمئن هستم که الان در مسجد داره برنامه رو نگاه میکنه نازنینای من. کریستینا کسی بود که البته خانومی آمریکایی هستن، در کانادا زندگی میکنن نازنینای من. کریستینا کسیه که نازنینای من برای مدت 17 سال ازدواج کرده و صاحب فرزند نمیشد و با نور الهی با لطف پروردگار گویا امروز رفته آزمایشگاه، البته عبادت 3 ساعته براش انجام شده، رفته آزمایشگاه نازنینای من گویا با ورقش به گفته خودش دست پر از کاغذ با ورقش و عکسی که سونیوگرافی شده از بچهش گرفتن گویا اومده مسجد. انشاءالله که فرزندش صحیح و سالم از نور الهی به دنیا بیاد. و میدونیم که کریستینای عزیز داره میگه به دلیل اینکه این معجزه ها رو گرفتم و صاحب فرزند دارم میشم، البته هنوز فرزندش به دنیا نیومده فراموش نکنیم. و نازنینای من میگه دوران عاشورا تاسوعا سعی میکنم از مسجد خودم و همسرم بیرون نریم و سعی میکنیم که تا زمانی که تمام کارهای مسجد تموم نشده پامونو بیرون نذاریم و هستیم که تا حتی اگه شده این دو روز ما نخوابیم. دستشون درد نکنه، سپاسگزاریم از لطفشون. و طبیعتا اینم میدونیم که یه مقدار عزیزانی که در مسجد هستن اصولا رعایت خانمای حامله رو میکنن، به این دلیل که نمیذارن که خدا میکرده این چنین کار کنن که بخوان. همینی که نظارت میکنن، همین که کنارمون هستن، آرامش قلب برای تک تک بیننده هامون، عزیزامون و کسانی که میان و میخوان عبادت کنن، خدا رو شکر میکنیم. و از عزیز باسم از اصفهان آقای ناصر رو داریم، آقای ناصر طباطبایی رو داریم که آقای طباطبایی زحمت کشیدن برامون. عزیزای من 4000 تا زنجیر برامون فرستادن برای بچه ها، زنجیرهای کوچولو. دستشون درد نکنه، ممنونیم. البته خیلی زیاده 4000 تا بچه که نیست نازنینای من طبیعتاً، ولی با تمام اینا سپاسگزاریم از لطفشون. و روی زنجیرهای کوچولو که برای بچه هاست قدرت پنهان نوشتن. قدردانیم ازتون، ممنونیم و خدا رو شکر میکنیم. و برادر عزیزمونم جز به کسانیه که شفای دخترشو نازنین من، دخترش از زمانی که به دنیا اومده بود قدرت صحبت کردن نداشت و برامون اینقدر زنجیر فرستادن، ممنونیم از لطفشون. انشاءالله که خدای مهربان پروردگارم چندین برابر برکت این زنجیرها رو به شما عزیزا برگردونه. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام خدمت مینا خانم عزیز. سلام خانمم، حال شما، عبادت ها قبول باشه. خیلی متشکرم، عبادت شما هم قبول باشه عزیزم. زنده باشی جانم، حضرتون با امام حسین انشاءالله. سلام میکنم خدمت شما عزیز و هفت استاد عزیزم و کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ به نام عیسی، نام پدر عبدالله. ممنونم عزیزم، از معجزه ها بفرمی، خواهش میکنم. چشم عزیزم، آقا سعید عزیز بودن که ناراحتی قلبی رنج می بردن، به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن و گفتن که به یکی از دوستانشون که جنون دارد کمک میکنن. ممنونم نازنینم، عبادت برای چی میخوای؟ برکت بشه مینای عزیز. خدای مهربان برکت تو زندگی براتون هدیه. دست گلتون رو میبوسم، دست استادای عزیزم رو میبوسم. زنده باشی. برام بالا ببرید. زنده باشی، به خدا میسپارم اتون. چشم. قربون شما برم. خیلی ممنونم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حفظ عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. نازنینای من، گلای من، باسم میبینیم که خانم عزیزی که در کشور عزیزمون ایران فرزندش از تصادفی که در جاده چالوس داشت، نازنینای من، با عبادت قدرت پنهان، با نور الهی، یعنی شفا گرفت. نازنینای من در زمانی که به ما زنگ زد میگفت ضربه مغزی شده، امید ندارم که فرزندم، دکترام میگن ما تلاشمونو میکنیم ولی امید نیست، و فرزندش نازنینای من با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگار داوود، دوباره به زندگی برگشت. خدا رو شکر میکنیم. و خانم عزیز، خانم رقیه از کشور عزیزمون ایران، برای مسجد دو تا قالیچه فرستادن که این دو تا قالیچه رو گذاشتیم برای عزیزی بدیم که در تورنتو شفا پیدا کرده. نازنینای من، گلای من، حالا بعضیاتون ممکنه سوال کنید بگید خب اینا رو چرا نگه نمیدارید؟ نازنینای من، گلای من، با عرض معذرت باید بهتون بگم که خوشبختانه، یعنی مسجد فرش اندازه کافی داره و یه مقدارم که نازنینای من، برای این که صحبت دارن میکنن، اونا تمام صندلی هست و عزیزانمون رو صندلیایی که خیلی هم راحت هستش میشینن، و برای موقع نمازم نازنینای من مسجد با نور الهی، با لطف پروردگار فرشی داره که کاملا مسجد رو میشه گفتش که پر کرده. انشالله که سپاسگزاریم، باز هم از تک تکتون قدردانی و سپاسگزاری میکنیم، ولی با نور الهی، با لطف پروردگار نازنینای من. البته پادشاه عربستانم براتون اینو بگم که برای مسجد نازنینای من، زمانی که مسجد رو داشتن میساختن 4 سال پیش، برای کشور، از کشور عزیزم ایران فرشی رو سفارش دادن که مسجد رو کاور میکنه، فرش بسیار بزرگ و سراسریه که انشاءالله شما عزیزای من بیاید و ببینید، و بسیار فرش بافا رو از کشور عزیزمون ایران، از تبریز، نازنینای من، عزیزای تبریزی اینو میدونن که فرشی رو بافتن که 1 سال و 6 ماه روش کار کردن برای قدرت پنها. انشاءالله که موفق باشن و دستشون هم درد نکنه. فرش مسجد و اون فرش یه تیکش رو دارم ازش صحبت میکنم، بسیار دوست دارم، هر وقت که میرم باور کنین اون فرش رو، هر گوشش رو میبوسم، بر این که میگم کدوم خواهر برادرای من، عزیزای من روی این فرش چشم گذاشتن و زحمت کشیدن و چقدرم زیبا درستش کردن، دستشون درد نکنه. البته تمام عزیزانی که روی این فرش برای مسجد کار کردن، من اینو مطمئن هستم که نازنین من هزینه بسیار زیادی رو براشون پرداختن. هدف فرش نبود، هدف این بود که وقتی دارن نازنینای من هزینه ای رو براش وقت گذاشتن، هزینه بسیار خوبی باشه که بتونن زندگیشون هم عوض کنن. خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم از نور الهی. خطی بگیریم، باشم عزیز باشی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عزادت. سلام خانم، حال شما؟ عزیزم و استادان گرامی، فداتون بشم، لطف دارین عزیزم، عبادت ها قبول باشه. عبادت های شما هم قبول باشه. زنده باشی عزیزم. جانم قربونتون برم، از ایران عزیزم رو تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به دعا به نام ابراهیم، نام پدر احمد، و از معجزه قدرت پنهان فاطمه عزیز بودن که باردار بودن، مهمانی به منزلشون اومد. این خانم قبلا با همسر فاطمه عزیز دوست بودن و
فاطمه عزیز دوست نداشت که با اون خانم رفت آمد کنن، اما متاسفانه اومدن خونهشون. بعد از رفتن اونها احساس میکنه که حالش بد شده. بله. مهره معجزه در نظر داشتن. استادان گرامی متوجه شدن که اتفاق بدی برای اون قرار بیفته. فاطمه عزیز تمام دست و پاش میلرزید، به بیمارستان رفتن و دکتر گفت بند ناف دور گردن بچه افتاده. بله. اما فقط میتونیم خانم شما رو نجات بدیم. بچه ضربان قلبش از دست رفته. از برنامه علمی بادی تماس گرفتن و گفتن به پزشک بگیم وقتی بچه به دنیا آمد اونو گذاشتین کنار و ناامید هستین، دوباره اونو بردارید. و پزشک میگفتن که نمیشه، 4 دقیقه است که بچه از دست رفته. با اصرار پدر پزشک دوباره اونو برمیداره که بچه گریه میکنه. پزشک وقتی این معجزه الهی را میبینه و دعای 7 استاد گرامی را بعد از 3 سال نماز شکر جا میارن. و این پزشک به نام آقای چالوسی در هفتهوز هستن، دکتر زنان هستن و ما گفتم بیشتر از 3 سال بود که من نماز نمیخوندم. امروز که این معجزه الهی رو دیدم حضور گرفتم و قدردانی کردم. دوباره این بچه جون گرفته، دوباره به دنیا اومد. و اسم رو از دکترشون خواستن که اسم رو به نام امیر گذاشتن و نام دیگر اون رو پدر گذاشتن به نام خضبید امیر حسین شدن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش رو خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. زنده باشه. زنده باشه عزیزم. خدا نگهدار. بله، آقای دکتر چالوسی در کشور عزیزمون ایران در تهران هفت‌حوض در اونجا گویا مطب دارن اینجور که ما متوجه شدیم و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. پزشکامون وقتی معجزه های نور الهی رو میبینن، نازنینای من، خدا رو شکر میکنیم که خیلی موقع رفتارشون عوض میشه. خانمی برام تماس گرفت و میگفتش که فرزندم بیماری داره و توان مالی اونچنانی ندارم، ولی تا حتی بعضی از پزشکا وقتی هم که قبل از این که بریم و انگار فریاد میزنن سرمون، میگه من که براش همون دارو رو دادم، برای چی دوباره اومدی؟ و هزینه ای رو به عنوان ویزیت میگیرن و متاسفانه همیت هم به مریض اونچنان نمیدن. نازنینای من طبیعتا روی این موضوع صحبت کردیم و کسانی که به گنجینه دسترسی پیدا کرده بودن این خانم رو خب طبیعتا کمکشون کردن برای فرزندش. خدا رو شکر میکنیم. و وقتی که بچهش نازنینم شفا میگیره، مرتضی بر میگرده میره پیش همون پزشک، میگه یه آزمایش، من هزینهشو بهت میدم از فرزندم انجام بده ببین که فرزندم آیا باز هم الان مشکلی داره. میگه چرا شک میکنی؟ چرا فکر میکنی که خوب شده؟ مگه فرزندتو من 10 روز پیش ازش آزمایش نگرفتم؟ گفت، میگه من میخوام که دوباره ازش آزمایش بگیری. وقتی ازش آزمایش میگیره نازنین نه، میگه ممکنه آزمایشگاه اشتباه کرده باشه. میگه نه، میخوای دوباره بری تحقیقات کنی؟ ببین آقای دکتری که با من بسیار زشت رفتار کردی، شفای فرزندم و از لطف پروردگار گرفتم. سعی کن غرورتو بیاری پایین، سعی کن خدمت گذار باشی. تویی که پزشک هستی، تویی که درس میخونی برای اینکه بتونی نجات دهنده باشی، سعی نکن غرور بکنی، سعی کن کمک کننده باشی. نازنینای من، گلای من، پزشک بغضش میگیره و میگه آخه این بیماری فرزند تو، من هم نوام داره و منو عصبی میکرد چون میدیدم هیچ راهی براش نداره. و این چنین میشه که آقای دکتر، البته علاقه من نیستن اسمشون رو عنوان کنیم، و میگن که میخوام با قدرت پنهان تماس بگیرم و حتما و حتما شفای نوامم خواهم از اونجا گرفت. نازنینای من، گلای من، خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم که از طریق برنامه علمی عبادی شما عزیزای من چقدر مسئولیتاتون بیشتر میشه، چقدر متوجه میشین که انسان میتونه، نازنینای من، رفتارش خدای نکرده یک موقعی عصبی بشه، میتونه ناراحت باشه، ولی اینی که نازنینم ظلم نکنیم این خیلی مهمه. انشاءالله که شما عزیزای من، شما گلای من، مخصوصا پزشکا، نرسا، عزیزانی که مسئولیت با جون و زندگی مریضو دارن، مسئولیتشون رو فراموش نکنن. بدونی که عزیزم، فقط
حقوق نیست که شما چون پزشک هستی به پولش فکر کنی، به اون عاطفه، به اونی که نازنینم خانواده وقتی در نظر بگیر. اگر خانواده خودت نازنینم فرزندت مریض باشه چه احساسی داری؟ بس اون خانواده رو سعی کن درک کنی، اون موقع میشی پزشک بسیار خوبی انشاءالله که رحم الهی تو قلبتون از همه بیشتر جا بگیره، اون موقع میتونی منصف باشی. عزیزای من، گلای من، بله از من یه عده گویا سوال کردن که مینا چرا آبی پوشیدی، به چه مناسبته. نازنین من، عزیز من، یک خانومی که حامله بود و برنامه علمی عبادی رو زیاد نمیشناخت نازنینای من، و خواهر شوهرش تماس میگیره میگه که زن برادرم حامله است و پزشکا گفتن که خانم برادرم بچهش از طریق قسمت دست راست به هم چسبیدن و امکان این که بچه به اصطلاح با آزمایشی که شده بچه وقتی بخواد به دنیا بیاد 100% ناقصن و میخوایم از طریق برنامه علم عبادی. نازنینای من، عبادت هایی که برای این خانم حامله شد 17 روز عبادت خاصی براش انجام شد و دوباره میره پیش پزشکش. وقتی سونیوگرافی انجام میشه با نور الهی، با لطف پروردگار، میگن کسی که داشت، چون قبلا هم ازش سونیوگرافی کرده بود، میگفت میره بیرون و میاد و سرش گرفته، دوتا دستاشو گرفته تو سرش و داره را میره. میگه نمیدونم آخه چطوری شده که این بچه ها از هم جدا شدن، نمیتونم قبول کنم این همون مریضه. و خواهر شوهر طاهره گویا میگه که شما نگران نباش، از راهی، از خدا، از پروردگار کمک گرفتیم. و این خانم عزیز زنگ زده به همون و این البته دیروز این مسئله بود که خواهش کرد که وقتی میری رو ار اگه امکان داره برای من رنگ آبی بپوش. گفتیم چشم، به عنوان قدردانی از نور الهیه. و یه مسئله رم میدونم که امروزم در مسجد خیلی ها به همین مناسبت رنگ آبی پوشیدن. آبی رنگ آسمونه، آبی رنگ آرامشه، آبی رنگ پاکی. نازنینای من، آبی و سفید در برنامه علمی عبادی بسیار پوشیده میشه. امیدوارم این هم جوابی باشه که عزیزانمون سوال کرده باشن، امیدوارم جوابشون گرفته باشن. نازنینای من، خطی بگیریم و با شما عزیز باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام، خسته نباشید. سلام خانم، حال شما؟ زنده بشی، عبادت ها قبول باشه. جانم، کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ به نام عزرا مادر بیبی جان. ام معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. آقا عبدالله از اردبیل که نابینا بود، از که بینایی از دست داده بود، به لطف پروردگار بزرگ و دعای هفت استاد عزیز قدرتمند شفا گرفت. آقا عبدالله گفت من بوده این نداشتم که آینه ای هدیه کنم به کسی، اما بوده این دارم که شمی به مردم اردبیل بدهم. آقا عبدالله روز جمعه در مسجد شهرستانشون نذری دادن و مینای عزیزم گفت اگر میشه از نذری برای سالمندا و کودکان بی‌سرپرست ببرید، اونا هم سمی از این نظری داشته باشن. زنده بشی عزیزم. ممنونم خواهرم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. قربونت. زنده باشی. دست در نکنه. ممنون. خدا حفظت. خدا حفظت. عزیزای من، گلای من، همتون طبیعتاً خیلیاتون هستین، دارین زحمت میکشین برای دوران عاشورا تا سوا. انشالله که شما عزیزای من نظراتون دونه بدونتون قبول پروردگار باشه. نازنینای من، ولی با تمام اینا باستم فراموش نکنید سالمندا رو و بچه هایی که در پرورشگاه ها نگهداری میشن. نازنینای من، چقدر خوبه که این نظریا که این همه زحمت براش کشیده میشه، عزیزم نازنینم، توی شکم کسانی بره که واقعا حسرتن بهش، خیلی هاشون حسرتن. و اینجا هم نازنینای من، با عرض کردم خدمتتون، سالمندایی که این نزدیکی ها هستن تا حتی
سعی کردیم اونا رو حتما و حتما برای تاسوعا و عاشورا بیاریمشون در مسجد، باز هم ببریمشون. البته نه که من این کارو میکنم، سرویس هستش که شکر خدای مهربان این در اختیارمونه. بس امیدوارم شما عزیزا هم که اونجا در کشور عزیزم ایران اونا رو فراموش نکنید. خوشو به سعادت تو که نازنینم، نظری که درست میکنی، زحمتی که میکشی، عرقی که میریزی، خستگی که به تنت میمونه، خوشا به سعادت تو که نازنینم توی شکم کسی میره که واقعا شاید بعضیاشون حسرتن که بخور. انشاءالله که شما گلای من متوجه باشین. برای ما خانمی تماس گرفت و میگفتش که گویا زمانی که نظریا میشه گل غذا رو سعی میکنن بکشن برای کسانی که بله میشناسن، مهموناشونن. یا نازنینای من، گلای من، غذا همش گله، غذای نظری تمامش گله. نازنینای من، تا حتی من خودم نازنینای من یه موقع میبینم که غذای مسجد مثال، تا حتی دیگشم باور کنین سعی میکنیم با انگشتم میز کنیم، چرا که نه. مسئله این نیست که غرور باشه نازنینای من، مسئله این نیست که اینجا کمبود باشه، کمبود نیست، ولی غذای نظری حیف از اینه که بخواد یک ذره هدر بشه یا این که نازنینای من مثال موقع شستن بیرون ریخته بشه. انشاءالله که اینا رو غرور ندونیم، اینا رو نمیدونم کلاس ندونیم نازنینم، غذا رو سعی کنیم مصرف کنیم و سعی کنیم بیشتر برای کسانی که واقعا بهش نیازمندن اونا رو فراموش نکنیم. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا جان. سلام نازنینم، حال شما خوبی؟ ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، ایام سوکواری ما حسین تسلیت میگم. زنده بشی، سپاسگزارم. منم به شما نازنینم تسلیت میگم. جانم عزیز قربانت. زنده بشی. عبادت میخواستم به نام نظیبه. بله. نام پدر میحسین. ام معجزه ها عزیزم، اول درناز عزیز که مکانیک یونانی بودم و ساکن ترکیه، در کنفرانسی در ترکیه با شما اینای عزیز آشنا شدم. بله. برای سفر فرزندشون که سرطان ریه داشتن از شما کمک خواستن. خدا رو شکر که لطف نور الهی و عبادت هفت استاد نازنین فرزندیشان شفا یافتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت کشایی میخواستم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کن. لطف کنید دست نازنین و مهربان تن برایم بلند کنید. چشم عزیزم، چشم خانمم، خدا یارو نگه دارتون. برای روزهای مقدس التماس دعا دارم. زنده بشه عزیزم، خدا نگه دار. خدا خدای مهربان سلامتی آرامش رو بهتون هدیه کنه. نازنینای من، خانم فخری از کشور عزیزمون ایران، خانم فخری جز به کسانی هن که برای قدرت پنهان فامیل شدن کارت قدرت پنهان رو دارن. خانم فخری عزیز در مسجد قره کشی برای شما هم آینه ای به اسمت افتاده. انشالله خانم فخری نازنین، میدونم خانم فخری شخصی هستش که سه تا دختر داره و با تمام اون شرایط که نازنینای من زحمت کشته خودش دختراشو بزرگ کرده و با اون شرایط جزء خانواده قدرت پنهان شد و به بچه های خیابونی جای این هست که باسم بگم که دستاتونو میبوسم، سپاسگزارم که کمک بودی به بچه های خیابونی. باسم قره کشی به اسم خانم فخری انجام شده که انشاءالله آینه به اسمش افتاده. بله، میدونیم که سه تا دختر داره و دختراش هم دانشجو هستن، انشاءالله که موفق باشن. عزیزانمون نازنینای ما این روزا قره کشی برای خانواده قدرت پنهان، اونایی که کارت قدرت پنهانو دارن، بسیار زیاده. انشاءالله که آماده باشیم به اسم هر کدومتون که میفته. مبارکتون باشه و آرزوهاتون پروردگار برسوندتون. خطی بگیریم با شما باشه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام به شما مینا خانم. سلام برادرم، حال شما. سلام به حرف استاد عزیزه. زنده باشی برادرم. ایام سوگواری رو به شما تسلیت میگم. زنده باشی، منم به شما نازنین تسلیت میگم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ از فقط از خدای بزرگ میخوام که شما رو برای ما حفظ کنه.
زنده من از شما عبادت کردن، طرز فکر کردن و طرز حرف زدن یاد گرفتم. فقط از شما میخوام خدا شما رو بر ما حفظ کنه. زنده باشید. سپاسگزارم از لطفتون. دست شما درد نکنه. خدا شما رو بر ما حفظ. خدا حفظت کنه. ان شاء الله که خدای مهربان. پروردگار برات بهترین رو بخواد برادرم. خدا یارو نگهدار. قربون شما. زنده باشی عزیزم. دست شما ده. زنده باشی. خدا حفظت. جانم بفرمایید سلام عرض کردم. با عرض سلام و احترام خدمت شما میرم. سلام بردارم. حال شما خوبین الحمدلله. عبادتتون قبول باشه. زنده بشین. و همچنین مال شما بردارم. جانم. مرسی من از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام احمد، نام مادر درخشنده. بله. اما معجزه ها بردارم. بله آقای آشان که دچار مواد مخدر شده بودن به لطف الهی و هفت استاده گرامی شفا گرفتن. بله عبادت برای چی میخوای عزیز؟ سلامتی و آرامش خواهر مهربان. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدار. مرسی ممنون دستتون از راه دور میگوسم. زنده باشی. خدا یارو نگهدار. جانم بفرمایید سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. جانم بفرمه. جانم صدای منو داری؟ بله فهمدم. بس چرا صحبت نمی کنی؟ سلام و عرض زنده بشی. و دستبوتی دارم. زنده بشی عزیزم. حالتون خوبه؟ بفرمین عزیزم. جانم قربان شما خواهرم و شما خواهر پاک دلم. زنده بشی. سپاسگزارم. اگه اجازه بدین چون اولین شب جمعه ماه محرم است. بله میخوام یادی کنیم از تمام رفتگانمون. زنده بشید. ما عبادت این چنانی داریم عزیزم توی مسجد عزیزم. بفرمه. انشال التماس دعا داریم. التماس دعا داریم. زنده بشید. شما عاشقان لطف نور الهی. ممنونم از لطف. من از خارج. من از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ بله. دعا برای لیلا. بله. نام مادر. از معجزه ها عزیز؟ از معجزه ها سعید جان کوچولوی 8 سالمون. بله. که تومار مغزی داشتن. بله. به لطف پروردگار و عبادت های هفت استاد بزرگوار من شفا پیدا کردم. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ سلامت باشی. عبادت برای برکت خوشای خیر کنم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیزم. خدا یارو نگه داره. خدا نازنینم اگه لیاقت به اینو داشته باشم اون دست پر از مهر محبت رو برام چشم عزیزم. خدا یارو نگهدار. الهی رو برام بخواد متشکرم. خدا خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. عزیزای من آقای رسول جزو کسانی بودن که برای سرمایه گذاری در زحمت کشتن و خدای مهربان پروردگارم هدیه کرد براشون 950 میلیون دلار. خدا رو شکر میکنیم. و آقای رسول برامون 7 آینه تهیه کردن به معنای عاشورا تاسوعا نازنینای من. قدردانی از نور الهی داشته باشن در این روزای مقدس و گفتن برای کسانی که آلوده به مواد مخدرن و مادر هستن در زاهدان دارن زندگی میکنن اسم بنویسن و برای اینها عبادت بشه انشاءالله از نور الهی اونها هم بتونن نازنینای من به زندگی سالم برگردن انشاءالله و بتونن از فرزندانشون درست نگهداری کنن و 7 آینه هدیه میکنن به اضافه این که نازنینای من اگر این مادرای تنها شرایط مالی بدی دارن انشاءالله با لطف پروردگارم با نور الهی براشون سرپناهی هم تهیه میکنن. چقدر عالی، چقدر خوب و چقدر ما خوشحال. سپاسگزارم از لطف و محبت عزیزانم که به گنجینه دسترسی پیدا میکنن نازنینای من. هم وطنشو، هم نوشو، هم خونشو فراموش نمیکنه. سعی میکنه اگرم خارج از کشوره سعی میکنه قلبش اونجا باشه نازنین. انشاءالله که موفق بشین. خدای مهربان پروردگارم برکت به تک تک زندگیاتون بده که به هم نوع خودت عزیزم کمکی. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید سلام عرض کردم.
سلام برادرم، حال شما خوبین؟ الحمدلله جانم. بسی ممنون خانم. بفرمین آقا. از کشور عزیزم اینا. آقا لطف بفرمین سریع با ما صحبت کنین، اگه اونجوری ما رو منتظر بذاری. خواهر برادرهایی تو منتظرن برادرم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام نینا جان، خوب هستی؟ من خوبم مرسی، شما خوبی؟ عبادتات قبول باشه عزیز. سلام جانم. خیلی ممنون، مرسی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. عبادت میخواستم برای ملیحه نام مادر آهو. بله. اما معجزه ها عزیزم، اینو گفتن خانم ببخشید، این چنینه نازنینای من، این چنینه که مشکل داریم با بعضیاتون. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام، عرض خدمت. سلام خانم، حال شما خوبی؟ نبودت ها قبول باشه. زنده باشیم. تاعت شما هم قبول. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. بله، عبادت برای مرسید پدر یوسف. بله. معجزه ها آقای امید عزیز از آلمان که در کمپانی معتبری کار میکردن. بله. موقعیت شغلی خوبی در زمین کامپیوتر داشتن. آقا امید در ملاقاتی که با دوستشون داشتن در مورد کارشون با اون صحبت کرده بودن. بعد از چند روز دیدن رئیسشون بهش کار نمیده تا آسیبش رو بیاد از کمپانی بیرون. در نتیجه کار خودشون رو از دست دادن و امید عزیز با داشتن سنگ نوری که داشتن، اساتید عزیز فرمودن که با تغییر رنگی که سنگ نور پیدا کرده دوست صمیمیشون براشون جادو کرده و آقا امید از آگاهی توانمندی اساتید متعجب شدن و خدا رو شکر کردن که به لطف الهی و قدرت اساتید نازنی آقا امید دوباره موفقیت شغلیشون رو به دست آوردن و رئیسشون چند نفر رو هم زیر دستشون قرار دادن و آقا امید عزیز فرمودن که کسی که در آلمان همنام من است مقداری از هزینه سنگ نورو رو پرداخت میکنن. زنده بشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ زنده بشی برای سلامتی آرامش. سلامتی و آرامش رو خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. شما زنده میشه عزیزم، خدا نگهدارتون. عزیزای من، انگلای من، شما عزیزانی که برای ثبت نام یعنی در از سرمایه گذاری به دست آوردن الماس میخواییم با همون در تماس باشین. عزیزم نازنینم، باز هم دارم براتون میگم سرمایه گذاری الماس باید وسایل اولیه رو داشته باشیم. وقتی میگیم سرمایه گذاری یعنی وسایلی که استادای عزیز باید در دسترس داشته باشن و شما عزیز بتونی به الماس دسترسی پیدا کنی. بس بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح به وقت کشور عزیزم ایران، بین 5 بعد از ظهر تا 8 شب هستیم که برای شما عزیزا جوابگو باشیم. ازتون خواهش میکنم نازنینم، اگر خیلیاتون هستین اطلاعات ندارین و آمادگی اینو ندارین که سرمایه گذاری کنین، زنگ میزنین به بی اطلاع و میگین که اسم ما رو هم بنویسین برای الماس. عزیزم اسم نویسی نیست، باید تو هزینه ای رو سرمایه گذاری یعنی همون جنس هایی که لازمه که استاد و برات عبادت کنن تا تو به الماس تدسیس پیدا کنی، باید اونو در اصل بهش میگیم سرمایه گذاری، چون مقدار بسیار زیادیه نازنینای من. و انشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار، وقتی تو برنامه رو میشناسی و هدف تو بدونیم که نازنینم وقتی به میلیارد ها ثروت دسترسی پیدا میکنی راستی میخوای چی کار کنی؟ ازت سوال میکنیم، از ما ناراحت نشو عزیزم نازنینم. اگر سوال کردن ما تو رو آزرده میکنه، اگر این که میخواییم بدونی که وقتی به چنین ثروتی دسترسی پیدا میکنی واقعا میخوای چی کار بکنی با هم نوع خودت، اگه اینا رو میخواییم بدونیم، این حق رو به ما بده. انشاءالله با این شرایط بتونی با ما تماس بگیری و بخوای سرمایه گذاری کنی. مطمئن باش اگر انسانی باشی که قلب مهربونی داشته باشی، ایمان قوی داشته باشی، وقتی ثروت به دستت میاد خدای نکرده ظالم نباشی، توی قمارخونه نری به بازی و با ثروتی که به دستت میاد نازنینم
حیف و میل بی خودش نکنی، مطمئن باش هستیم که سرمایه گذاری کنی. ولی اگه نازنینم شخصی باشی که با ثروت بلیاردی بخوای خدایی نکرده ظلم بیشتری بکنی، نسبت به دیگران بی احساس باشی و اگر بخوای هیچ اهمیتی به دیگران ندی که نیازمندن، با عرض معذرت نازنینم این حق به ما بدیم. برنامه علم با عبادت انشاءالله این چنین نباشه، من اسم شخصی رو بنویسم نازنینم، قبولش کنم که فردا پیش نور الهی نازنینم راستی اون موقع چی کار کنم که اگه یه شخصی رو انتخاب کرده باشم که اشتباه باشه. کی راستی جواب زندگی اون بره منو میده، فداتون بشم. پس انشاءالله از ما دلخور نشین که نازنینای من، عزیزای من، اجازه بدیم ما هم بشناسیم شما رو، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خانمم، حال شما خوبی عزیزم؟ بفرمایید. مرسی، متشکرم. علی سلام دارم خدمت شما هفت استاد گرامی. مرسی عزیز. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. عبادت میخواستم. بله. عبادت میخواستم برای حیان. بله. نام مادر سارا. بله عزیزم. از عبادتاتونم، از معجزه ها خانم مهناز در آلمان که از زن شوهری پرستاری میکردن که خانم این آقا فوت شدن و خانم مهناز برای این آقا از برنامه قدرت پنهان عبادت سلامتی و آرامش رو خواستن که این آقا شفا پیدا کردن و این آقا خونشون رو به نام خانم مهناز کردن و آقای آنتونی مرسی. در ایتالیا که در سن 85 سالگی به گنجینه دست پیدا کردن و به 48 نفر در روم برای اقامتشون کمک کردن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ چنقدر نفس نفس میزنی تو؟ استرس دارم اینو جان. نداشته باش. عبادت برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. انشاءالله جدم هم کمکت باشه. تو هم استرس نداشته باشی. برنامه ای توه عزیزم. برای چی استرس؟ خواهش کنم. زنده باشی. خواهش کنم. مینا جان. میتونم با اتاق فرمان صحبت کنم بعد؟ باشمایی صحبت بعد اتمام برنامتون داشته باشم. برای چی خانمم؟ اتاق فرمان چی کار داری شما؟ چون میخواستم یه با خود نیه صحبتی داشتم میخواستم بکنم. خانمم اتاق فرمان چی کار به صحبت های من داره؟ اتاق فرمان برای تکنولوژیه. چند شب پیش من خوابتون دیدم. خدا شاید چند شب پیش من خوابتون دیدم. خدا نگهدار عزیز. خدا نگهدار. آخه اتاق فرمان چی کار داری که تو خواب دیدین؟ خواهر گلم راستی برنامه رو میدونی؟ عزیزم نازنینم سعی کن سوالایی که داری آخه اتاق فرمان تفلکا برای تلویزیون و برای این که من و شما به هم ارتباط داشته باشیم هستن. اتاق فرمان تفلکا چه کار به برنامه علمی عبادی دارن؟ الان این برنامه تموم میشه من میرم و اتاق فرمان داره تفلک کارهای دیگرشون انجام میدن. نازنینای من امیدوارم که معنای حرفتو وقتی میگم فکر کنین همینا رو میگم فکر کنین. تو خانم هنوز خیلی وقت داری، سعی کن بیاموز این شعر. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عزیزم. سلام علیکم. بفرمایید خانمم، حال شما خوبی؟ زنده باشی. الو الو جانم بفرمایید. سلام اینای عزیزم. سلام گلم، حال شما خوبی خانمم؟ عبادتاتون قبول باشه و همچنین مال شما هم قبول باشه عزیزم. جونم بفرمایید. صداتون بشم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ به نام امیر مادر صدیقه. معجزه. از معجزه ها خانم سهیلای عزیز از اصفهان که صاحب فرزند نمی شدن با عبادت سه ساعته به لطف پروردگار و عبادت هفت استاد نازنین بعد از 9 سال صاحب فرزند شدن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ برکت گشایی می آید. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارت عزیزم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خانم هانیه از دبی نازنینای من. خانم هانیه عزیزی بود که البته ایشون در دبی اینو اطلاع داریم که ایشون پزشک هستن و میگفتن پزشک دیگه ای رو دوست دارم که دوران
دانشجویی با هم بودیم و قول ازدواج برای هم دیگه داده بودیم. ولی همینی که یکی از دوستانم اومد به خونم، نمیدونم اصلا چی شد بین ما که متاسفانه این جدایی بین ما پیش اومد و 3 سال از هم جدا بودیم. و خانم هانیه نازنینای من آینه تهیه کرده بود که بخت‌گشایی بشه و با نور الهی، با لطف پروردگار، خانم هانیه نازنینای من، دوستی که بله متاسفانه سوغاتی براشون جادو آورده بودن که خانم هانیه و نمزد عزیزش از هم جدا بشن و نور الهی باعث شد که ازدواج کردن، خدا رو شکر میکنیم. خانم هانیه از دبی، نازنینای من، ایرانی که در دبی زندگی میکنه، خانم هانیه یه آینه هدیه کرده به دختری که در دبیه و شرایط خانم هانیه رو داره. ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید نازنینم، توی اون باکس قرمز زنگ بزنید، اسمتون رو بگید و اسمتون رو بذاریم برای خانم هانیه. عزیزای من، گلای من، انشاءالله که عبادتهای تک تکتون قبول باشه، امیدوارم اجرتون با سید شهدا باشه. ازتون خواهش میکنم وقتی برای سینه زنی و برای این نوع مسائل دارین میرین، عزیزای من، خواهش میکنم عاشقانه برین، نرین به رخ همدیگه خودتونو بکشین یا اینکه خدایی کرده حرکتهایی بکنین که مناسب با این دوران سوگواری نباشه. عزیزای من، گلای من، نمیدونم آیا من وقتی دارم خط بگیرم یا نه. بله، اتاق فرمان میگه نگیر، ولی این خط رو من گرفتم، اجازه بدین. جانم بفرمایید. سلام به شما. سلام خانمم، یه لحظه منو گوش کن. خانمم یه لحظه منو نگرد، من شما رو قطع نکنم، باهاتون صحبت کنم چون این حق شماست. عزیزای من، گلای من، وقت برنامه امشب تموم شد. بین ساعت 5 صبح تا 8 صبح، 8 صبح تا 8 شب به وقت کشور عزیزم ایران هستیم که جوابوی تلفناتون باشیم برای سرمایه گذاری به دست آوردن الماس و عبادت های 3 ساعتتون. خدا یار و نگهدارتون تا فردا شب بیام خونه هاتون. خدا حافظ.